سلام وقتتون بخیر یکی از نیروهایی که توی فیزیک دوازان فصل دومش مطرح میشه نیروی مقاومت شاره هستش اما نیروی به قولی مقاومت هوا میشه ازش اسپوردش میگن که شما یه جسمی داشته باشید که این جسم شما رها بشه به سمت بیاد پایین یعنی نیروی وزن بکشه به سمت پایین اگر مقاومت هوا نباشه که هیچ اما اگر مقاومت هوا توی مثالی باشه خب من میدونم مولکول‌های هوا تو مسیر این قرار دارن دیگه پس قاعدتاً یه نیروی دوست دارم به این وارد کنن به سمت بالا که این جسم به سمت پایین وارد نشه چون نیروی در واقع موتور هوایی اتم هوا ندارن که وضعیتشون عوض بکنن دیگه در حال به هر حال یه نیروی وارد میکنن مثل اف که ما بهش میگیم نیروی مقاومت شاره که تو کتابتون هم گفته که نیروی که از طرف در واقع مایه ها یا گاز ها به اون جسمتون وارد میشه وقتی که توی این فضا قرار میگیره در حال این نیروی مقاومت شاره یا همون اف به دو عامل ربط داره یکی به سرعت ربط داره که رابطش هم مستقیم یعنی وقتی هرچی سرعت شما زیادتر میشه انتظار دارید افدی زیادتر بشه و یکم در واقع بزرگی جسمتونه که بزرگی جسم منظورش همون سطح مخته در واقع برخورده شد این صورت که مثلا میگم اگر شما یه جسمی داشته باشید که همچین ریختی داشته باشه خب من اینو میتونم دو جور رهاش کنم یکم چیزی که الان کشیدم یکم مثلا میتونم اینجوری ولش کنم دیگه از طرف در واقع عرضش اینو بکشم بیادون پایین خب مثلا شما اگه همچین جسمی داشته باشید اسم یکی رو بذاریم دو یکی رو بذاریم یک انتظارمونه که اف دی توی در واقع شکل یکتون خیلی مقدارش کمتر باشه نسبت به شکل دومی حالا یعنی اگه یک بذاریم اینم اف دو بذاریم فرقی نداره پس به کلی سوالش خیلی سوالایی میتونه ساده ای باشه اما چیزی که شما باید بدونید که شما وقتی واسه این جسم میخواید اف بنویسید یا همون در قانون دوم دو نیوتن رو بنویسید که مساوی ام آ بوده خب قاعدتاً ام جی پایین نیروی اف دی مخالفت میکرده و مساوی شد با ام آ که اگه از اینجا خیلی ساده آش رو به دست بیارید کافی همه این در رابطه تقسیم بر ام کنیم دیگه پس قسمت سمت چپش میشه J من های دی تقسیم بر ام این رابطه رو میتونید به عنوان در واقع یه چیزی پدر ازارتون باشه هرچند که من خودم هیچ کنم از رابطه رو حفظ نمیکنم کنم سریع میشه اینا رو به دست آورد بیدید یه سوال ازش حل کنیم مثالی که توی سنجش جامعه اومده میگه دو تا با جرم‌های های مختلف یکی دو یکی چهار از ارتفاعشی اچ رها میشن میگه در لحظه که نیروی مقاومت وارد بر هر نیروی مقاومت هوایی وارد بر هر دو تا جسمتون یکسان باشه یعنی اف دی شون انتظار داریم یکی باشه شتاب اگ اولی باشه 5 شتاب دومی باشه آ از شما پرسیدون آ مقدارش نهایتا چقدره خب اگه یادتون باشه من الان نوشتم آ مساوی میشد با ژ منهای اف دی تقسیم بر در واقع ام اینو اگه واسه جسم اول بنویسیم خب شتابش که بوده 5 جی هم که خود مساله گفته ده بگیریم اف دی هم که واسه جفتشون یکی اسمش همون اف دی بذاریم جرم اولی هم که مساله گفته دوه خب عادتا شما این ده ها اگه بنازیم این کمش کنیم میشه منفی 5 مساوی با منفی اف دی تقسیم بر دو و اگه از اینجا اف دی رو به دست بیارید اف دی تو میشه ده و خب عادتا اف دی جسم دوم هم چون با این یکی بوده اونم دهه پس اگه این شتا واسه جسم دوم بیام رابطش رو بنویسیم که همون آ دو بوده میشده ژ که ده بوده منهای اف دی که باز همون دهه تقسیم بر جرم دومی که که جرم دومی دو چقدر بوده چهار بوده حالا اگه نگاه کنید این جمله که قاعدتا میشه دونی پس جواب شما میشده ده, منهای ده منهای من های دونی ده من های دونی هم که قاعدتا میشه هفت دونی با جوی ساده میشه فهمید که گزنه چهار جوابتون بوده